در عشق تو من تو هم تو من باش، یک پیرهنه است گو دو تن باش، جانا همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. عطار نیشابور. خب عمیان عزیز، در تلویزیون ایران فردا عرض کنم که آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت فنی میکنه، از ایشون سپاسگزارم. 25 برنامه با دکتر نوریالا بودیم، 26مینه. خاطرات ایشون رو گوش میکنیم، خاطرات جذابی است، جالبه، باید به این دوره از تاریخ به نظرم با نگاه شکافانه این دوران رو برانداز کرد، خیلی لازمه. به نظرم از طریق همین به اصطلاح از طریق همین گفتگوها و مرور همین تجربه ها شاید ساده تر بشه دلایل وقوع انقلاب رو دریافت کرد، قطعا ساده تر بشه. آیدتون نوریالا بار گذشته به ما گفتن که گرایشات مذهبی پیدا میکنن به یک شخصیتی، به یک شیخی به نام جزایری. حالا نمیدونم این آقای مسعود جزایری که از چهرهای سرشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است وابستگی بهشون دارن یا نه، قطعا از آقای دکتر نوریالا بپرسم. بعد هم ایشون علاقمند میشه که نماز بخونه در حضور یکی از همین آیت الله جزایری و بعد هم راهی سفر حج میشن، مثل کاری که آل احمد کرده بود، پیش از اونها 1000 سال پیش ناصر خسرو کرده بود، رفت و برگشت 7 سال ولی به درازا کشید. آی نوریالا درود بر شما. سلام میکنم حضور شما، همکاران شما و بینندگان گرامی برنامه‌تون. خب این یه نوع ماجراجویی درونی بود که میخواستید، یا اینکه خواستید همون تجربه‌ای که دیگران کرده باشن کرده بودن شما هم تکرار بکنید، بلکه بدونید که بر اونها چه گذشته که اینقدر این سفر براشون جذاب بوده، ها یا نه؟ من برام قضیه خیلی شخصی بود، یعنی اینکه حالا که برمیگردم به اون سالها نگاه میکنم میبینم که من دچار یک بحران اگزیستانسیل شده بودم. یعنی که احساس میکردم که زندگیم به پوچی و بتالت میگذره، دنبال یه معنایی برای زندگی خودم بودم. و در نتیجه گفتم که حالا بریم ببینیم که این حکمت اسلامی در این زمینه چه میگوید، که عرض میکنم به نظر من برخوردم به اون حکمت خسروانی که پیش از اسلام در فرهنگ ایرانی وجود داشت و بعدم مثلا به وسیله شیخ اشراق و اینها دو مرتبه دونسازی شد. یادم که فردید خیلی علاقه من بود اون سالها به حکمت اشراق. مسئله اشراق از کلمه شرق میاد و شرق هم یعنی محل دمیدن، عرض کنم که خورشید. بله. و بر بنیاد نور که هسته مرکزی مذهب مهری هستش گذاشته شده، یعنی در واقع ستایش خورشید. این جریان ستایش خورشید از میترا به اهورمزدا و زرتشت و بعد به آیین مهر و اینها و بعدم از طریق عرفان وارد حکمت اسلامی شده بود. جالب. و به همین دلیل هم هستش که آخوندها که مظهر مذهب اسلام هستند از اینها متنفر بودند، تا میتونستن اینا رو میکشتن. نه مولوی رو کتابشو با انبر میگرفتن که مبادا نجس بشن. یعنی که مقاومت فرهنگی ایرانیان در دو شاخه، یکی شاخه فردوسی از لحاظ زبان و از لحاظ جهانبینی صورت گرفت، یکی هم از لحاظ دینی به نظر من از لحاظ هل دادن، عرض کنم که تمام اندیشه های ما قبل اسلام در، عرض کنم که عرفان ایرانی. من یادمه که زنده یاد دوست عزیزم نادر نادرپور یه مقاله نوشته بود و نوشته بود در آرزوی نهضت چهارم، اسم فکر میکنم اسم مقالهش این بود، درباره این سخن میگفتش که چگونه ایرانی ها با آوردن حکمت اشراق از ما قبل اسلام به داخل اسلام در واقع یک مقاومت فرهنگی رو در مقابل اعراب شکل دادن و نگذاشتن که ما لااقل تا برسیم به مقطع صفویه که داستان دیگری آغاز میشه در تاریخ ما هیچ وقت اولا شیعه نبودیم، چه برسه شیعه 12 امامی. ما همیشه
مملکت ما در اون 900 سالی که بعد از فتح ایران به دست عرب گذشت یک کشور بزرگ سنی بودیم و در واقع اسلام سنی بیشتر آنچه را که دارد از علمای ایرانی گرفته. در این حال شاعران ما حافظ، سعدی، مولانا، عطار، اینها سنی بودند. بزرگان ما بو علی غیره، فلاسفه ما، هر کدوم که نگاه کنید اینها عرض کنم که سنی بودن. و در واقع صفویه با شیعه کردن ایران، ایران رو دچار اختناق فرهنگی کردن و جنبه آخوندی و فقهی تشیع اثناعشری رو آوردن و مسلط کردن بر عرض کنم که آنچه که اساره دهش ایرانیان بود به عرض کنم که اسلام. و این دوره آزمون و مکاشفه شما، شما رو از سیاست دور کرد یا شما رو سیاسی کرد؟ من عذر میخوام، نشنیدم. میخوام ببینم این دوره شما رو به سیاست نزدیک کرد یا شما رو از سیاست دور کرد؟ ببینید این مصادف بود با عرض کنم که تشکیل کانون نویسندگان، مرگ آل احمد و تعطیل کانون نویسندگان. و در واقع برای من به عنوان یه نویسنده، نه یه اهل سیاست، دیگه کاری توی سیاست و اینها باقی نمونده بود. بنابراین من از یک سو برگشتم به کار ادبی و شاعری خودم و 3 سال در مجله فردوسی کارگاه شعر فردوسی رو عرض کنم که اداره میکردم و لااقل میتونم افتخار دارم که 10-15 تا از شاعرای به نام امروز عرض کنم که از دل اون سالها بیرون آمدن. و بعدم مطالعه در تحقیقات ادبی و تئوری ادبی در واقع. بس درون گرا شدی بیشتر. بیشتر درون گرا. عرفان و مذهب هم در من روز به روز شدیدتر میشه. بیشتر درون گرا شدید بنابراین. ببخشید من نمیشتم. میگه پس بیشتر درونگرا شدید. در تلاش بودم. درونگرا، درونگرا. عجیب، صدا خیلی بد میرسه. خب بفرمایید، بفرمایید. بله، به هر حال عرض کنم که بنده رفتم به کاروان شربت اقلی، رفتم به عربستان. در اون سفر عرض کنم که مطالب مختلفی البته پیدا شد. نخست این که خب من در این چند ساله‌ای که به عرفان و اسلام علاقمند شده بودم، خیلی هم مطالعات مربوط به اسلام رو می‌کردم و تقریبا کم و بیش با تاریخ صدر اسلام آشنا شده بودم. اما به خاطر این تقرب عارفانه به این ماجرا، معنای سیاسی آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاده بود بر من روشن نبود و این شخصیت‌های مذهبی از خود پیامبر اسلام تا حضرت علی تا امام حسن، امام حسین و غیره، اینها برای من در حاله‌ای از تقدس عرفانی قرار داشتن. یعنی اینا عرفای بزرگی بودند که بقیه عرفا به اونها مثلا تأثیر کرده بودند و غیره. کاروان‌های حج وقتی که میرن و در فرودگاه جده پیاده میشن، اون موقع اینطور بود، سال 52، الان ما 92 هستیم، صحبت 40 سال پیشه، به دو دسته تقسیم میشن. اگر زودتر از ایام حج رسیده باشن، اینا رو اول میبرن به شهر مدینه و بعد آخری هایی که میرسن به جده، اونها میرن اول کار حج خودشون رو در مکه انجام میدن، بعد میرن مدینه رو میبینن. بنابراین حاجی ها به دو دسته تقسیم میشن، مدینه اول یا مکه اول. بنده با کاروان شربت اقلی مدینه اول بودن. بنابراین ما رو سوار اتوبوسی کردند و از مکه بردن به مدینه، یه 400 کیلومتر فاصله هست. و در واقع من یه مرتبه احساس کردم که من دارم تو همون جاده‌ای دارم حرکت میکنم که مثلا 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله با همراهش ابوبکر یواشکی از عرض کنم که شعب ابوطالب مکه زدن بیرون و
و این 400 کیلومتر رو با پای پیاده دارن میرن تا خودشونو برسونن به مدینه. فکر میکنم 600 کیلومتر اگه اشتباه نکنم. بله؟ فکر میکنم 600 کیلومتره فاصله مدینه به مکه. نه خیر، 400 کیلومتر. ببینید شاید من اشتباه میکنم ولی من همیشه عدد من هم مطمئن نیستم، شاید 400 مایل باشه، نمیدونم ممکن. الان یادم نمیاد. بله، بله، منظور من اینه که این خودش که یه آدم احساس بکنه که داره این در جاده حرکت میکنه که پیامبر رو نمیدونم ابوبکر به عنوان مشهور میشه در این سفر به یار غار دیگه، چون اسطوره های مذهبی میگن که وقتی که اهالی مکه فهمیدن که محمد از مکه خارج شده نیروی رو میفرستن دنبالش، اول میرن نمیدونم در خوابگاهش، ولی علی اونجا خوابیده بود به جای اونها، و میرند و محمد و ابوبکر رو در یه غاری پنهان میشن و عنکبوتی میاد این در این غار رو میتنه و میبنده، به طوری که این تعقیب کنندگان وقتی که میان میبینن که یه غاری اینجا هست ولی روش عنکبوت بسته، معلومه که سالهاست یه کسی به داخل این غار نرفته، و بنابراین برمیگردن به مکه و ابوبکر مشهور میشه به یار غار محمد. ما رفتیم به رسیدیم به مدینه، یه شهر مخروبه بود اون موقع، تنها چیزی که میتونستش مثلا جالب باشه بقایای تأسیساتی بود که یک صدایی داره بیان. بله بفرمایید. بقایای تأسیساتی بود که عثمانی ها کرده بودن، چون عثمانی ها وقتی که آمدند و عربستان رو، یعنی نجد عربستان رو، قسمت غرب عربستان رو گرفتن، خود به خود صاحب مکه و مدینه هم شدن و یه خط آهنی کشیدن از استانبول به مکه، که بعد که جنگ جهانی شد و عرض کنم که حکومت عثمانی از بین رفت، خود به خود این خط هم متروک شد، اما ایستگاه های این قطار در این شهرها وجود داشت و من سه تا از این ایستگاه ها رو دیدم و واقعا از شاهکارهای معماری هستن که به اون ایام مخروبه شدن و دست رفتن، ولی به هر حال برای من جالب بود چون مدینه یک شهر مسطح خشتی بود که تنها چیز برجستش عرض کنم که خود مسجد پیامبر بود. مسجد پیامبر هم که میگویند یعنی خانه پیامبر، که بعد که در کنارش اتاقی وجود داشت به نام مسجد که پیغمبر بین این دو جا رفت و آمد میکرد، و بعدم که ایشون فوت کردن در همون مسجد ایشون رو دفن کردن، و بعدم ابوبکر و عمر هم که جانشینی شدن اونها رو هم بردن اونجا دفن کردن، بنابراین مثل همین ذریحی که مثلا در امامزاده های ما هست، در مدینه هم یک ذریحی وجود داره که در داخل اون خانه و مسجد پیغمبر بوده و حالا مقبره عرض کنم که پیغمبر و این دو خلیفه هستش. و بعد من در اونجا خب یهو دیدم که در ذهن من تاریخ اسلام داره بازسازی میشه، و این بازسازی اتفاقا این بار به جای اینکه خیلی قدسی و آسمانی باشه خیلی زمینی و ملموسه، و این دوری و نبودن در حضور هست که این حاله های قدسی نور رو، این حرفا رو بر روی شخصیت های تاریخی میکشه. مثلا در این مدینه روبروی مسجد پیغمبر یه قبرستان بزرگی است به نام قبرستان بقیع، که مثلا عثمان در اونجا خاک، 8 زن پیغمبر در اونجا خاک هستن، خیلی خیلی از شخصیت هایی که آدم در تاریخ اسلام میشنوه در این قبرستان هستن، از جمله 4 تا امام شیعه، یعنی امام حسن هست، عرض کنم که امام حسین که در کربلا هست، امام باقر هست و امام صادق و اینا. و ولی همه این قبرستان یک موقعی چیز بوده، پر از ذریح و بقعه و بارگاه بوده، عکساش هستش، قبرستان بقیع قبل از آمدن سعودی ها به حکومت. سعودی ها عرض کنم یا وهابی ها در واقع که پیرو امام وهابی هستن،
اونا اعتقاد دارن که کسی که مرد مرد، دیگه نباید چیزی به نام صورت قبر وجود داشته باشه. بنابراین وقتی که بعد از جنگ و اون عملیاتی که لورنس عربستان کرد و غیره، آل سعود به قدرت رسیدند، اینا بولدوزر آوردن و تمام عرض کنم که قبرستان بقی رو با خاک یکسان کرده. بنابراین الان قبر این بزرگان صدر اسلام فقط با یه سنگ هایی اونجا مشخصه که میگن این قبر امام جعفر صادقه، این قبر عثمان، این قبر مثلا عایشه است و غیره. عکسش هست نشون میتونیم. بله؟ عکسش هست میتونیم نشون بدیم. بنابراین من در این سفر یهو برگشتم به اون شکل مادی زندگی صدر اسلام و مثلا محله های مختلفی مدینه داشت. یکیش مثلا سقیفه بنی ساعده بود. سقیفه یعنی جایی که سقف داره، یه جایی بودش کوچولو، دو تا سنگم اون بالاش بود، اسمش بود سقیفه، که مال خاندان بنی ساعده بود. و وقتی که پیغمبر فوت کرد، غیر از علی ابن ابی طالب که مشغول کفن و دفن پیغمبر بود، بقیه پیروان پیغمبر رفتن تو این سقیفه بنی ساعده و شروع کردن راجع به اینکه کی باید جانشین پیغمبر بشه مذاکره کردن، که بالاخره تصمیم گرفتن که ابوبکر، پدر عایشه، پدرزن محمد و یار غار او رو به عنوان اولین خلیفه اسلام بشناسن و با او بیعت بکنن. خب رفتن توی این سقیفه بنی ساعده خیلی جالب بود. آدم میتونست گفتگوهای اینها رو، اون قیل و قال عربی که اون موقع در گرفته بود که حالا پیغمبر از بین رفته کی باید جانشینش بشه، رو آدم در ذهن خودش میتونست بازسازی بکنه. یا در جای دیگری از مدینه یه مسجد یلی کوچکی وجود داره، بهش میگن مسجد ذو قبلتین، یعنی دارای دو تا قبله. خب بنده رفتم تو اونجا، دارم نگاه میکنم میبینم که یک قبله به طرف شمال در این مسجد هست، یه قبله به طرف جنوب. و بعد به یادم میادش که پیغمبر و اصحابش یه روزی آمده بودن در این مسجد نماز میگذاشتن، یک مرتبه حالت وحی به پیغمبر دست داد و فرمان داده شد که عرض کنم که روی خودت رو به قبله دیگری بگردان. معناش این بودش که پیغمبر وقتی که در مکه ادعای پیامبری کرد و دستور نماز خواندن مسلمین رو صادر کرد، گفت که اونها رو به اورشلیم نماز بخونن که در 1200 کیلومتری مکه قرار داشت و به خانه کعبه و بت‌های داخل اون کعبه اعتنایی نداشت. و خب پیغمبر میدونیم که سر گروه و کارواندار همسرش خدیجه بود و این راه مکه تا اورشلیم رو بارها رفته بود و شهر اورشلیم رو دیده بود، عرض کنم که بیت المقدس رو دیده بود، عرض کنم که اون ذریح طلایی رو دیده بود، جایگاهی که پیغمبران بنی اسرائیل میگن که اونجا دفن هستن. و او هم وقتی که ادعای پیغمبری کرد، گفتش که من دنباله پیغمبران ابراهیمی یا بنی اسرائیل هستم و بنابراین همون قبله اونها رو برای نماز پیروان خودش انتخاب کرد. اما وقتی که این ادعای پیغمبری در مکه با مقاومت روبرو شد، به خصوص با مقاومت خاندان امیه، بنی امیه، و با مرگ شخصیت با نفوذی مثل خدیجه و در همون سال ابو طالب پدر حضرت علی و عموی پیغمبر، که این دوتا مواظب بودن که صدمه‌ای به پیغمبر وارد نشه، خیلی اوضاع بر پیغمبر تنگ گرفته شد. در واقع تمام خاندان او رو به بیرون مکه در یک شعبی، دوتا کوه که نزدیک هم میشن بهش میگن شعب، در اونجا اینها رو عرض کنم که در تقریبا زندانی کرده بودن و اجازه ورود به مکه رو نداشتن. اما مدینه که اون موقع اسمش یثرب بود، عرض کنم محل زندگی یهودیان بود بیشتر، چند تا قبیله عرب هم اونجا بودن، ولی اکثریت عرض کنم که ساکنان یثرب چیز بودن، یهودی بودن. و این یهودی ها وقتی که شنیدن که یک عربی در مکه ادعای پیغمبری کرده و خودشو ادامه عرض کنم که پیغمبران
بنی اسرائیل میبینه فکر کردن که حضور چنین آدمی میتواند بین قبایل عرب و این خاندانهای یهودی آشتی ایجاد بکنه. بنابراین هیئتی رو فرستادن به شعب ابی طالب و از پیغمبر دعوت کردن که شما به عنوان داور بیطرف پاشو بیا به شهر ما. پیغمبر هم از این مسئله استقبال کرد و با ابوبکر از شعب خارج شدن و رفتن به یثرب و چند سالی هم که اونجا بودن، فکر کنم سال دوم یا سال سوم هجرت پیغمبر بود، رفته رفته خب پیغمبر میخواست دین خودش رو تبلیغ بکنه و اعرابی هم که در یثرب و اطراف بودن عرب بودن و خب میگفتن که میریم با این پیغمبر بیعت میکنیم و یهودیان حاضر نبودن با پیغمبر بیعت بکنن. در نتیجه اختلاف بین اعراب مسلمان شده یا نو مسلمان یثرب و یهودی ها بالا گرفت. حالا اون داستانش تفصیل زیادی داره تا میرسیم به داخل این مسجد گلی که پیغمبر داره توش نماز میکنه و یک مرتبه آیه نازل میشه که ای پیغمبر، من میدونم که تو چقدر آرزومندی که قبله مستقل خودت رو داشته باشی، بنابراین برگرد 180 درجه برگرد و به جای شمال رو به جنوب به سوی مکه معظمه عرض کنم که نماز بگذار. و به این ترتیب این مسجد صاحب دوتا محراب میشه، بهش میگن مسجد ذو قبلته. خب بنده اونجا وسط این مسجد ایستاده بودم و این تاریخ صدر اسلام در ذهن من میچرخید و میدیدم همش سیاسته. مسئله اینه که خب یه آدمی هست میگه که من پیغمبرم، جبرئیلی هم هست که بر من نازل میشه و دستورات الهی رو به من میده، اما وقتی که از حالت عرض کنم که وحی بیرون میاد یه آدمی است مثل بقیه. خودش تو قرآن میگه، خدا بهش میگه، میگه که ای محمد به دیگران بگو که انا بشرون مثل کن، منم مثل شما یه بشری هستم، از من انتظار کار خارق العاده نداشته باشید. بنابراین زندگی روزمره در مدینه که پیغمبر، یعنی بعد از اون واقعه نماز در اون مسجد ذو قبلتین، پیغمبر میاد و دیگه اختلاف بین یهودیان و عرب آنچنان بالا میگیره که فرمان قتل عام قبیله بنی حریزه صادر میشه که تمام اونها رو از دم تیغ میگذرونن و اون شهر یثرب اسمش میشه مدینة النبی، یعنی شهرک متعلق به پیغمبر. بها میخوام بگم که رفتن به مدینه، دیدن اینها و بازسازی تاریخ سطح اسلام به یک روایت سیاسی، ذهن من رو دو مرتبه برگردون به عوالم جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مسئله سیاست عجب. و اینکه میشه تاریخ اسلام رو از این دید هم نگاه کرد. من تا اون موقع کتابایی که راجع به اسلام میخوندم بیشتر کتابایی بود که به دست مسلمانان نوشته شده بود و معتقدان به عرض کنم این که رسول خدا صاحب معجزه است، آدم مقدس و عرض کنم که خطا ناپذیری و غیره، معصوم، و بعدم شیعه ها این رو تسری داده بودن به امامان خودش. فضای مطالعات تاریخی من تا اون موقع فضای مطالعات در این حال مذهبی بود، اما در مدینه من حالم دگرگون شد و دیدم که اون حرفا جواب نمیده. اگر ما فرض رو بر این بذاریم که خدایی وجود داره، فرشته هایی وجود دارن، بهشت و جهنم وجود داره در یک جایی که اسمشو گذاشتیم عالم غیب، و تعریف مسلمان هم در قرآن هست یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که به غیب عرض کنم که ایمان آورده اند، ما نمیتونیم تاریخ واقعی آنچه را که در این شهر اتفاق افتاده در بیاریم مگر اینکه این عینک رو از چشممون برداریم، حتی اگر که در باطن به همه اینها هم اعتقاد داریم، اما برای درک روند سیاسی که در این شهر اتفاق افتاده و بعداً جهان رو در خودش گرفته و لااقل کشور من رو آنچنان در خودش پیچیده که عرض کنم که الان اون دوست من در کلاس فلسفه اسلحه جمع میکنه که رژیم رو بر بیاندازه، ما باید این رو یک تحلیل سیاسی هم بکنیم.
من نمیدونم چقدر وقت مونده آقای لبنانی، یا چند دقیقه دیگه هنوز فرصت داری. بله، عرض کنم که به حال ما کارهای زیارتی خودمون رو در مکه انجام داد، در مدینه انجام دادیم و گفتن که برگردید برید به مکه. این بار اتوبوس هایی که ما رو سوارش کردن اتوبوس هایی بود که سقفش رو برداشته بودن، برای اینکه کسانی که مدینه اول هستن در بیرون شهر مدینه و قبل از آغاز سفر بازگشتشون به مکه در همونجا احرام می‌بندن. احرام بستن یعنی اینکه شما همه لباساتون رو در میارید و دو تا حوله رو بر دوش و بر کمر خودتون می‌بندید و کلمه احرام از حرام میاد، یعنی که یه چیزهایی دیگه بر شما حرام میشود، یعنی که شما دیگه مالک هیچ چیزی در دنیا نیستید، حتی همسر شما بر شما حرام شده، فرزندان شما به شما تعلق ندارن و به قول عرض کنم که آخوندا کلمه تفل ید القصان، همچون مرده ای در کف مردشور هستید. و حتی اگر که مثلا یک پشه ای آمد زد دست شما رو، شما حق ندارید که اون پشه رو بکشید، چون شما در واقع مردید و مرده که نمیتونه که پشه رو کنار بزنید. و اگر که بزنید و دستتون مثلا این پشه کشته بشه، شما باید در پایان مراسم حج باید قربانی بدید، باید یک جزایی ببینید که معمولا مثلا به صورت این استش که یه گوسفندی رو قربانی میکردن، یا یهو مثلا میدیدید که هفتش تا یه نفر هفتش تا از این کارهای نباید یا حرام رو کرده و ناچار مبالغ زیادی بده برای اینکه عرض کنم خودش رو پاک کنه. به حال ما سوار این اتوبوس شدیم و سفر شبانه 400-500 کیلومتری ما به مکه آغاز شد. و چون این عرض کنم که اتوبوس سقف نداشت، این باد تفتیده عربستان میخورد تو صورت ما و آسمون رو که نگاه میکردید پر از ستاره های بزرگ، هیچ نوع پولوشن یا خلاصه کثافت هوا وجود نداشت و شما میتونستید کهکشان های بزرگ رو ببینید. و حاجی ها مجبورن که همینطور بگن که لبیک اللهم لبیک، یعنی که منو دعوت کردی و من آمدم، ما حالا آمدیم به میهمانی خداوند. و این کهکشان بالای سرمون، این بیابان گسترده داغ در اطرافمون، و ما داریم این سفر رو طی می‌کنیم تا برسیم به مکه. رسیدیم به مکه، ما رو بردن به عرض کنم که هتلی که در نظر گرفته بودن، ولی ما مشتاق این بودیم که بریم خانه خدا رو ببینیم. و در نتیجه پس از اینکه اسممون رو در هتل نوشتیم، به دو رفتیم به دیدن خانه خدا. و وقتی که مثل یک استادیوم ورزشی بزرگی رو شما در نظر بگیرید که تمام صندلی ها از مرمر هست و در وسطش این خانه کعبه و پرده سیاهش که از ایران آوردن و با گلاب قمصر کاشان شستنش قرار داره، و شما یه مرتبه و نور ایتالیایی هم در نور پردازی این بنا اصلا شاهکار به خرج دادن، یعنی شما اصلا انگار که وارد یک کره دیگه میشید، منظره چیز دیگه است. و بعد 1-2 میلیون آدم دارن همینطور دور این کعبه میچرخند و همون لبیک اللهم لبیک رو میگویند و این صدای عجیب غریب، این همهمه بزرگ در تمام این تالار استادیوم عرض کنم که پیچیده است، آدم واقعا احساس میکنه که یه قطره ای از یک اقیانوس بزرگ. خب در همینجا رو داشته باشیم. همینجا رو خاطرات آقای دکتر اسماعیل نوریالا رو شنیدی تا اینجا؟ یادتون باشه کجا هستیم؟ من فکر میکنم که در اون زمان بسیار بودن کسانی که یه چنین شیفتگی نسبت به مذهب پیدا کرده بودن. امروز مقایسه کنید که جمهوری اسلامی که آمده بود اعتقادات مردم رو به اصطلاح محکمتر بکنه به چه نتایجی رسیده و کارنامه مذهبی حکومت الان چه نمراتی داره. نمرات واقعا چی ردی باید گفت، یعنی خیلی جالبه خاطرات دکتر. دکتر خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم. معلوم میشه که شما یه دوربینم توی ذهنتون با خودتون برده بودید، خیلی سینمایی بس میکنید اون صحنه رو. من بسیار عالی، خیلی متشکرم، تشکر میکنم، تا دیدار دیگه.